سلام، خوش اومد به کانال گیم یار. در خدمتتون هستم. از 10,000 سال قبل از میلاد مسیح پلی تروی بازی فار کرای پرایمال. چه طبیعتی، به به. گفتم بذارید یه پلی ترو بذارم از این بازی براتون، یکم جو عوض شه، چهار تا چیز جدید بذاریم توی کانال، بازی بروستر. گرچه بازی قبلی رو تمام میکنیم، ماینکرافت نام سر جاش هست. این بازی الان مرحله اصلیشو تموم کردم. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ و یه جوری بازی میکنم که اسپویل نشه، توضیح خاصی هم نمیدم، فقط داریم میریم یکم تو بازی بگردیم ببینیم چه خبره. یه توضیحات کلی بهتون بدم که کلا بازی رو چیه، چون در آینده قراره حتما بازیش کنم. خب معلومه دیگه، الان من تیرکمونی هم که دستمه. شما نقش یک انسان رو دارید به اسم تاکار، 10,000 سال قبل از میلاد مسیح بند خدا رو زدن کشتن، که میشه حدودا 12,000 سال پیش. اینجا هم اروپای، اگه اشتباه نکنم اروپا که بود، قطعا اول بازی نشده بود، یه جای تو اروپای میانی سمت وسط مسط های اروپا هست. بذارید یه حیوان بزنیم، بلش کن داره میچره بنده خدا، کاری به کسی نداره. و شما یک انسان هستید و قضیه که اینجا هست اینه که چند تا، اگه بشه گفت بهشون گونه، نمیدونم بشه بهشون بگیم گونه یا نه، چند تا گونه انسان دیگه هم وجود دارن. شما اسمتون ونجای، یعنی گونه که شما هستید. دو تا گونه دیگه هستن به اسم اودم و ایزیلا، که اون اودم ها یه جورای شبیه انسان های ناندرتال میمونن، که کسایی که به چیزای انسان های نخستین علاقه داشته باشن میدونن که ناندرتال های شاید بشه گفت با انسان ها همگونه بودن، چون میتونستن تولید مثل کنن، ولی یه تفاوت های عمده ای داشتن. همونهایی که جمجمه هاشون گنده تر بود و ذریب هوشی پایین تری داشتن. این اودام ها خیلی شبیه ناندرتالان و ایزیلا هم که هستن شبیه انسان ها، ولی نمیم شاید متفاوت باشن. مثلا اینی که الان دارین میبینید یک عدد ونجاه، اونم که اینجاست، اینو گرگه. الان من میتونم اینو بزنم هدشات کنم. انا لله و انا الیه راجعون. این گرگ این وسط چی میگه من نمیدونم. اوه اوه ماموت. خیلی بازی طبیعیه، من خودم خیلی حال کردم با بازی. بذارید بریم سر قبر این دوست عزیزمون. مثلا میبینید که یک مقدار فرق میکنه، دماغ پهن قشنگ ویژگی انسان ناندرتال رو داره. این چی میگه؟ بذارید اینم بزنیم، اینم هدشات. البته اینا که میبینید من راحت هم دارم میگردم اینجا، به خاطر اینکه خیلی تو بازی پیشروی کردم. و بذارید اینم اسکین کنیم، خیلی تو بازی پیشرفت کردم و رفتم جلو، خیلی آپدیت ماپدیت کردم. الان میتونم فکر کنم سوار اینم بشم، سوار ماموت وایسم. یادم نیست، خطرناکه. سوار بچه ماموت که میشه بشیم، ولی اینو فکر نکنم، نمیدونم. در کل خیلی بازی قشنگیه. چی میگی؟ سیستم انتخاب اسلحه‌ای که منو یاد جی تی ای میندازه. میتونید حیوانا رو اسکین کنید، که البته من اون صحنه که اسکین میکنه رو کات کردم، کات کرده بودم که سریع بتونم اسکین کنم، 10 ساعت فیلم نبینم موقع اسکین کردن. اسلحه های مختلف میسازید با گذر زمان، گرز های متفاوت. اولش قشنگ انسان نخستینه به تمام معنای، هیچ چیز دست و بالتون نیست. و یک ویژگی که این شخصیت تاکار داره اینه که بیست مستر بهش میگن، لقبش بیست مستره، یعنی هیولاها رو میتونه رام کنه و میتونید هیولاها رو که رام کردین ازشون استفاده کنید. مثلا این هیولاهایی که واقعا رام نکردنشون جرواجر میکنن، و من یه سری رو رام کردم، مثل دوست عزیزمون مثلا خرس. یه سوت میزنید خرستون میاد، و البته خب جون داره و باید بهش رسیدگی کنید و اینجور چیزا. بعضی حیولا رو میتونید سوارشون بشید مثل این، و یه سری ویژگی خاصی داره هر حیولا. مثلا یه سری حیولا که میشه گفت حیوان دیگه، یه سری ویژگی داره که میتونه کمکتون کنه.
و توی مراحل مختلف بازی به کارتون میاد. من خودم اکثر هیولاها رو اصلا استفاده نکردم. بخوایدم یه دوباره میزنید اینو مرخص میکنه. حالا دونه دونه به همه این هیولاها میرسیم تو خود بازی. افراد مختلفی رو تو بازی میبینید، پر ماموریت های فرعی و ماموریت های اصلیه. من خودم فکر نمیکردم داستانش انقدر طولانی و قشنگ باشه، ولی واقعا قشنگ بود داستان خود بازی. من خودم لذت بردم. منابع میتونید جمع کنید، مثلا همین برگا رو میتونید جمع کنید. من دیگه انیمیشنش رو برداشتم، انیمیشن نداره، ولی حالا با انیمیشنش قشنگ تره. و تیر و منابعتون هم همینجور فله ای نیست، خنجر و اینجور چیزا باید خودتون درست کنید. یه سری چیزا رو اول بازی مهارتش رو ندارید. به مرور زمان پیشرفت میکنید و میرید جلو. و اصل کارتون هم درگیری با همین اودم و ایزیلا هاست که نژاد شما رو یه جورایی دارن سرویس میکنن. همه چی داره، پرنده، چرنده، عقاب، تمساح، ماهی، اصلا همه چی داره. بازی واقعا گسترده است و مپ خیلی بزرگی هم داره و در کل خیلی بازی قشنگه. من خودم خیلی خوشم اومد ازش. انواع تیر، کمون، دیگه چی بگم، نیزه، میتونید نیزتون رو پرتاب کنید. دیگه من سمت ویلیج و اینا هم نمیرم که اسپویل نشه. مثلا اینا دوله، ببینیم فارسیش فکر کنم میشه کفتار. اینا رو من راحت میکشم مثل آب خوردن. بنده خدا زور نداره اینا خیلی. حیوانای وحشتناکش یه دونه خرس، یکی هم البته دیگه الان اونا هم وحشتناک نیستن. وحشتناکترین حیوان و رومخترین حیوانش اینه بود ماموت بود که حالا به ماموریتش میرسیم، ماموریت فری. و یه دونم خرس که اونم حالا بهش اشاره میکنم. دیگه خیلی طبیعیه، میتونید وسایلتون آتیش بزنید اگه چربی یا حیوان داشته باشین. میتونید همه جا رو هر جا رو خواستید به گند بکشید و مثلا حیوانی چیزی اومد سمتتون یه جا رو آتیش بزنید، حیوان در دور آتیش رو گرزتون رو خاموش کنید. من دارم یکم جزئیات بازی رو میگم، وارد کلیاتش نمیشم که سر فرصت برسیم بهش. یکم بریم بچریم فقط. گراز، مثلا گراز رو مخ خیلی داره. این سبزی که رو علامت سبزی که رو نقشه میبینید در واقع اینا ونجان، رفیقای ما هن، هم نژاد ما هن. الان دارم راجع به ایزیلا صحبت میکنم، من یک کلمش رو فهمیدم. ضمن اینکه نکته جالبی که این داره اینه که کلن هیچ زبون امروزی صحبت نمیکنن، یعنی یه زبون عجق وجقیه و کلن تنها راهی که میشه فهمید زیرنویس انگلیسیه که یعنی خود انگلیسی ها هم نمیفهمن چی میگن اینا. صرفا جهت اطلاعاتون گفتم که فقط یه زبون عجق وجقیه، ولی بعضی اصطلاحاتی که استفاده کردن یه جوری فکر کنم همینطوری کاملا الکشی هم نیست، یعنی فکرایی کردن. مثلا به خرس که با ما بهش میگیم خرس، میگن هرس، یه همش چیزی میگن. یا کلا واژه های جورایی میشه فهمید اسامی خاص رو، این همینطوری الکشی هم نیست، ولی در کل بدون زیرنویسش اصلا چیز خاصی از بازی متوجه نمیشید. که حالا اگه متوجه نشدید من به طور کلی یه توضیحی هم میدم بعد هر کاتسین یا صحنه یا در طول هر صحنه. ای بابا اینا ما رو ول نمی‌کنن، ولمون کن بابا. این حیوانی که مثلا می‌بینید یه جور دهلیه که یعنی یه جور کفتاریه که خیلی ویژه از مشکیه و اینا رو پوستشون رو می‌کنید و کاربردهای خاصی دارن برای کرافت کردن و ساختن وسایل مختلف ازشون استفاده می‌کنید در طول بازی. و کلا من فارکرای قبل سه هم بازی کرده بودم قبل این، خیلی خوشم اومده بود. سه بود یا دو بود نمیدونم، همون بود که توی جزیره بودیم، من توی ایکس باکس 360 داشتم اون موقع بازی کردم، اونم واقعا لذت بردم. اینم واقعا یک تجربه متفاوتی بود، کلا یه حس و حال جدیدی داشت، حس و حال انسانای نخستین. من تا حالا بازی نکرده بودم اونم اوپن ورلد. یا علی برای مثال میخوایم یه دونه ماموت رو زمینگیر کنیم،
من خودم همیشه نیزه پرت میکنم سمتش و میتونیم از یا علی سنگ پرت کردم حواسم نبود. خودم همیشه این خرس گنده رو که تیم کردم داشت بیا اینجا ایناش. این بود خیلی رام کردن این سخت بود. میتونید حیوانی که مد نظرتونه رو نشونه گیری کنید، آریکو بزنید و رفیقتون حمله میکنه بهش. الان یه سوت میذارم میره دهن اینو سرویس میکنه. داداش برو سرویسش کن. ماشاءالله جونم پسر. تو میتونی باریکلا. بذارید منم یک کمکی بکنم بهش. خب ضربه آخر رو من زدم بهش. و خب وقتی بیستتون زخمی بشه میتونید گوشت بدید بهش. باریکلا پسر. بیرید بالا سر ما بوده. مثلا نیزتون هم میتونید وردارید. من نیزم رو ورداشتم. و مثلا ما بوده هم اسکین میکنید و این خرس لامصب خیلی کارایی داره. یه چیز دیگه اینه که توی نقشه بذارید نشونتون بدم، رو مپ کلی پایگاه هست. همین هایی که انو میبینید سبزه، من دونه دونه اینا رو گرفتم. اینا همه پایگاهیه که اول دست گروه های مختلف ونجا و ایزیلا مثلا ما اینا رو میریم میگیریم. سبک های مختلفی داره و این نارنجا هم همشون مأموریت فرعی هن. این علامت سوالا جای عجیب و غریبی هن که تو نقشه میتونید برید پیدا کنید. البته خیلیشون عجیب و غریب نیستن ولی جاهایی هن که میتونید برید کشف کنید و همین دیگه. چیز خیلی خاصی از کلیات بازی نمونده و فقط باید بریم وارد داستانش بشیم. کاراکترهای خیلی باحالی داره، شخصیت پردازی جالبی داره، خیلی جاش خنده داره. الان اینا که اونجا هن رفیقامونن. مثلا اونی که میبینید اونجا گرازه، بذار بریم یه گراز بکشیم. پشمای ماهوت رفت تو آب تا ناموس. بذارید این گراز، این گرز گنده رو بردارم با گرز گراز بکشیم. زارف هد شات. آره خلاصه بازی خیلی قشنگه. قشنگ هرس حامیان حقوق حیوانات رو میتونه در بیاره ولی من واقعا خودم از حیوان کشتن لذت میبرم تو بازی. البته اگه خودم هم انسان رو نخستیم بودم برای بقا حتما برام کار لذت بخشی میشد شکار کردن. دیگه خیلی جای مختلف داره، مناطق کوهستانی، مناطق سردسیر، مناطق گرمسیر. این دوستانی که میبینید دام هستن، دام و تویوری که اینجا هستن. تویور پرنده است ولی ما میگیم کلا دام و تویور. و اول بازی واقعا دهنتون سرویسه. من الان پاره شدم تا این دوستان آرامش الانشون رو داشته باشن. اینجا پر اودم و اینجور چیزا بود، همش ونجا ها رو سرویس میکردن تا اینکه ما آمدیم و اینا رو نجات دادیم. یه چیز دیگه که یادم رفت بگم، هانتر ویژنه. هانتر ویژن دارید، مثلا میتونید با هانتر ویژنتون حیوونا رو بهتر ببینید، بوا رو بهتر استنشاق کنید اگه اشتباه نکنم. حیوونا رو میتونید ببینید و رد حیوونا رو بزنید و اینجور چیزا. تو آبم که میتونید برید شنا کنید، البته اینجا عمقش خیلی زیاد نیست. آره و خودتون یک ویلیجی رو بنا میکنید که همه تون ویلیج جمع میشن، هر کیو که آزاد میکنید و میتونید به ویلیجتون اضافه کنید که من الان نقشه نشونتون میدم ولی نمیرم اونجا که اسپویل نشه. اینجا اتفاقا خیلی هم نزدیک ویلیج هستیم. آره ویلیج اینجاست، خیلی جالبه، شاید همه پیشرفت رو میتونید مشاهده کنید. و بقیه چیزها رو با شروع سری یا واکتوری 100% که فکر نکنم، ولی یه واکتوری میذارم از تمام مراحل. چی میگی تو؟ پشمک خرس که این بغل ما 400 تا این هیکل داره اومده واسه ما شاخبازی در میاره. آره داشتم میگفتم که بقیه چیزا رو هنگامی که واکتوری مراحل بازی رو رفتیم بهتون نشون میدم. واکتوری مراحل اصلی رو میریم و چند تا مأموریت فرعی هم که خیلی جالبه رو دوباره بهتون نشون میدم. همین، امیدوارم که
از همین چند دقیقه خوشتون اومده باشه، حتی اگه میگم نمیخواید کل سریو نگاه کنید، یه دیدی انداخت داشته باشید نسبت به اینکه فار کرای پرایمال چطوری. یه همچین بازی هم هست، شاید بعدا خوشتون اومد، خودتون رفتید خریدید. و همین، تا ویدیو بعدی، خداحافظ همگی.